نگید نگیم در این برنامه چند تا از گفته های شما من و هممیهنانمون رو با هم بررسی میکنیم ببینیم که تا چه میزان ما فارسی سخن میگیم و واجه های فارسی رو به کار میبریم در این برنامه و برنامه های آتی بدون یاری و کمک شما کوچکترین یاری شما اینه که این زنگوله رو فشار بدید سبسکرایب کنید برای دوستانتون نشانی این برنامه رو بفرستید تا بتونیم با کمک هم در پاسداشت زبان فارسی بیش از پیش بکوشیم در شادی و اندوهمون و بخش دیگه زندگیمون زندگی روزانه شبانه کار بازرگانی سفر گردش همه جا ما داریم از واژگان بیگانه بهره میبریم در اندوه خدای نکرده کسی رو از دست میدیم چی میگیم؟ میگیم که غم آخرتون قم آخرتون باشه تسلیت میگیم تسلیت ارز میکنیم در شادی هم بدتر از این تولدت مبارک باشه بیش از نیمی از واژگانی که در همین گزاره های و جمله های روزانمون که به کار میگیریم و بهره میبریم ازشون عربیان. چرا و چگونش که خب داستانیه که بخشش رو گفتیم در برنامه های پیشینه نگید نگیم و شما هم شاید بهتر از من بدونید که چه بسا این گونه باشه آه. ما نمیتونیم واجه های آمیخته شده با زبان فارسی رو براحتی از بین ببریم و از زبان فارسی در بیاریم اما میتونیم واژگانی رو که هست عربیش وجود داره نمیتونیم بگیم نیست خب بیم از اینها بهره ببریم اینا رو به کار ببریم چرا؟ شاید این دلنگرانی رو نداریم امروز در گرفتاریایی که داریم اما باید این هم بخش از نگرانی های ما باشه. باید نگران زبان باشیم، باید نگران فرهنگمون باشیم. زبان فارسی حتی اگر زبان مادری ما نیست، باید به عنوان زبان دیرینگی، زبان همبستگی، زبان یکپارچگی خودمون پاس بداریمش و پالایشش کنیم. به دوستامون، به خانواده، به همکارانمون گوشزد کنیم که این واژه که هماکنون به کار یه برابر فارسی داره اینو بگو بجوش باور کنید که از همینجا باید شروع کنیم و دست به جنبانیم چرا که برای فرزندانمون زبانی دیگر نخواهد ماند همین دو گزاره ای که یا جمله هایی که من گفتم یک بار بهشون نگاه کنیم و برنامه امروز نگید نگیم رو با چند تا گوش زد به پایان برسونیم تسلیت که در اندوه از دست دادن کسی به کار میبریم یک واژه ساختگی عربها یا همسایگان ما که به زبان عربی یا تازی سخن میگن همچی چیزی ندارن و اونها از تعذیت از این واژه بهره میبرن و ما واژگان دیگری داریم میتونیم آرزوی آرامش ابدی کنیم برای از دست رفته میتونیم بگیم ما رو در درد خودتون هم درد بدونید ما هم رو اومدیم اینجا بهتون بگیم و بریم و یا واژگانی که شاید شما بهتر از من بتونید پیشنهاد بدید گزارایی که در خور اون کسی باشه که از دست دادیمش خانواده دوست همراه یار و واژه آخر که حالا که همکنون ما آخر به این گونه به کارش میبریم هم که خب عرب ها آخر میگن به معنای پایان به معنای سرانجام اون رو هم به نادرستی داریم به کار میبریم غم هم که خب دیگه جا افتاده در زبان ما و بزرگان ادب و فرهنگ ما هم این واژه رو به کار بردن اینو دیگه شاید نشه خارج کرد از زبان فارسی روزگار امروز اما خب فارسی اون هم که میدونید اندوهه در شادی هم که به سادگی و به آسانی میشه گفت زادروز زادروزت رو شاد باش میگم به جای تبریک خب این واژه ها هست در زبان فارسی ما و از بین نرفته پس به آسانی میتونیم اینها رو به کار ببریم کمترین کاری که میتونیم دوستان یاران همراهان کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که نگهبانی کنیم از زبان پاسداری کنیم خواهش میکنم که شما هم همیاری کنید و به خودمون بگیم که میخوایم از امروز واژگان شیرین و دیرینه و روان فارسی رو به کار ببریم به جایی رسیدیم که اگر کسی فارسی سخن بگه دور خودمون ریشخندش میکنیم بهش میخندیم این پیش آمده بسیار ناگواریه بسیار به ویژه اونهایی که میگن ما میهن پرستیم ما ایرانی هستیم بعد میبینیم که در سخنشون پر از لغزش های زبانی پر از نادرستی های دستوری هست بنابراین در کنار هم برای پایندگی و سربلندی ایران و ایرانی گام برداریم و فارسی سخن بگیم مهرتون فراگیر همبستگیتون جهانگیر